آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان و تماشاگران ارجمند سلام. امید سرحال و تندرست بوده زندگی بر وفق مرام و آرزویتان سپری شود و با این آرزومندی در یک چهارشنبه دیگر می پردازیم به پخش برنامه امروز 22 قوس سال 1391 خورشیدی برابر با 12 ماه دسامبر سال 2012 میلادی از گپ گپ میخیزم. برنامه امروز را با بخش از اعلامیه گروه جوانان آزادی خواه افغانستان آغاز می نماییم که در ضدیت با کنفرانس قریب الوقوع نمایندگان به اصطلاح ائتلاف شمال و طالبان که قرار است در شهر پاریس پایتخت فرانسه دایر شود آغاز میکنیم. سازمان جوانان افغانستان با نوشتن شعارهای دیواری در شهرهای کابل، هرات، ننگرهار و غیره مخالفتشان را با تدویر کنفرانس مرکب از نمایندگان ائتلاف شمال و طالبان به نمایش گذاشتند. طالبی جمع جهادی مساوی میشه به جهالت و خیانت در یک از شعارها آمده. اینها شعارهای عمده‌ای بودند که به وسیله جوانان در کنار سرکها و در کوچه های مختلف این شهرها روی دیوارها نوشته شدند. در بخش از این اعلامیه آمده است: ما معتقدیم که اتحاد شغالان و گرگان به گفته اعلامیه به ملت ما صلح و ثبات نه بلکه رنج و دربدری های بیشتر به بار خواهد آورد. به گفته اعلامیه وحدت لاشخاران برای وطن ما خطرناک و هولناک است. تاریخ ثابت ساخته است که این تاریک اندیشان اخوانی نوکر بیگانه جز بدبختی و ایرانی کشتار، تجاوز، جهالت، چپاول چیزی به مردم بیچاره و مظلوم ما به گفته اعلامیه سازمان جوانان افغانستان به ارمغان نیاورده و نخواهند آورد. در بخش از اعلامیه گفته شده این تاریک اندیشان و درنده صفتان که طوق غلامی پاکستان، عربستان سعودی و ایران را به گردن دارند روزگار به جان همدیگر افتاده بودند که زمینه تجاوز بیش از 40 کشور غارتگر در رأس آن ایالات متحده آمریکا را مساعد کردند و امروز با اتحادشان می‌خواهند که این تجاوز را ابدی سازند تا در سایه آن عمر ننگین غلامی و خیانتشان را طولانی سازند. در پایان اعلامیه سازمان جوانان افغانستان که کپی آن به شبکه جهانی آریانا افغانستان مخابره شده است آمده است: ما از تمامی جوانان کشور که هنوز وجدانشان بیدار است و دلار و کلدار و یورو نتوانسته است انسانیت و شرافت را در آنان بکشد، می طلبیم که در برابر استبداد حاکم و جو خیانت، جنایت، مافیا زدگی، دربدری حاکم در کشور خود دست به کار شده در هر سطح ممکن علیه این ننگ هایی که وطن ما را به حلقومش
فرو برده برخیزند. تا وقتی متحد نشویم و با زور بازوان خود مشت محکم به دهان ارتجاع و ستم و اشغالگران نکوبیم، وطن عزیز ما آزاد و شکوفا نخواهد شد. این بود بخش از اعلامیه سازمان جوانان افغانستان که از کابل به شبکه جهانی آریانا افغانستان ارسال شده بود. بیننده های ارجمند، هموطنان گرامی، و این در حال است که دو روز پیش روز جهانی حقوق بشر بود. جهانیان در حال این روز را گرامی داشتند که حقوق بشری مردم افغانستان به شدت نقص می شود. طالبان و گروه های تروریستی حق حیات مردم این سرزمین را به رسمیت نمی شناسند. بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، بیشتر غیر نظامیان در افغانستان در اثر حملات تروریستی زندگیشان را از دست می دهند. همچنان سازمان های بین المللی گزارش دادند که پس از عراق و پاکستان، افغانستان سومین کشور است که بیشترین میزان حملات تروریستی در آن صورت می‌گیرد. علاوه بر این، در افغانستان بنیادها و زمینه‌های تضمین حق حیات نیز آنطور که لازم است وجود ندارد. افغانستان کشوری است که بیشترین میزان مرگ و میر مادران و نوزادان را دارد. همچنین گرسنگی در این کشور بیداد می‌کند. بسیاری از اتباع این کشور برای یافتن لقمنان راهی کشورهای همسایه می‌شوند. پلیس مرزی کشورهای همسایه هم با آنان فیر می کند و با بیرحمی تمام آنان را می کشد. وضع زنان نیز در افغانستان قناعت بخش نیست. هرچند در 10 سال گذشته دستاوردهای در این زمینه وجود داشته، اما با توجه به آمار وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سال جاری خورشیدی میزان اعمال خشونت بر زنان میزان اعمال خشونت بر زنان بیشتر شده است. شکنجه زنان، ازدواج‌های زیر سن، ازدواج‌های اجباری و قتل‌های ناموسی از موارد عمده اعمال خشونت بر زنان افغانستان است. همچنین محاکم صحرایی مصداق دیگری از نقض حقوق بشر است. این پدیده در سال‌های اخیر در کشور رایج شده است. قتل یک زن در ولایت پروان و دره زدن یک دختر در ولایت غزنی از نمونه های آن است. برای پیگیری نقص سیستماتیک حقوق بشر در دهه های گذشته هیچ اراده سیاسی وجود نداشته و ندارد. حتی در موارد عدالت بر شمار از مجرمان و تروریستان نیز به دلایل سیاسی اجرا نمی شود. به نام اعتمادسازی و حسن نیت، بسیاری از افراد و اشخاصی که متهم به ترور و قتل و خیانت و جنایت بودند، نه تنها از زندانها آزاد شدند بلکه بر اریکه قدرت نصب شدند و با آنان مجدداً فرصت داده شد تا عده آنها بجنگند و جان مردم را همچنان بگیرند. هیچ بعید نیست که در آینده هم متهمان درجه یک که نقص سیستماتیک حقوق بشر به نام حسن نیت از حبس رها شوند. فرهنگ معافیت از تعقیب قضایی سبب شده است که نقص حقوق بشر در کشور ادامه یابد. فساد مالی و اداری نیز یکی دیگر از عوامل نقص حقوق بشری اتباع افغانستان است. بیننده های ارجمند، میریم با هم و این ویدیو کلیپ مشاهده میکنیم. با ما باشید. فریاد برای عدالت، عدالتی که به گفته این تظاهر کنندگان تنها قربانیان جنگ می توانند آن را به کرسی بنشانند. اینها معتقدند طی بیش از 3 دهه اخیر در کشورشان هر کس دستش رسید ظلم کرد و حقوق بشر را پایمال کرد. می گویند حالا نوبتش رسیده که ناقضان حقوق بشر محاکمه شوند. ما خواهان برکنانی فوری تمامی جنایتکاران دوران حاکمیت و فروشان خلق پرچم حاکمیت خونالو تنظیم ها دوران وحشت قرون وسطایی و دوران بعد از آن تا امروز از وظایف دولتیشان هستیم. ما خواهان محاکمه تمامی متهمان به جنایت و خیانت 3 دهه اخیر در یک محکمه با صلاحیت و بی‌طرف ملی و بین المللی می باشیم. قربانیان جنگ های داخلی در افغانستان کم نیستند. این مرد یکی از آنهاست.
او حدود 20 سال پیش و در یکی از این جنگ ها چند تن از اعضای خانواده اش را از دست داد و خودش هم معیوب شد. ما غریب مردم هستیم، اگر تقاضا هم کنیم که از تقاضای ما را قبول نمی کنه، اگر یک صدای خدا بلند کنیم از ترس ما نمیتونیم صدای خدا بلند کنیم که یک جای دادم از امو برابر نشیم. اگر او قایتم سلاوالا بود آلام است، ما مسکین بیچاره هستیم که تو مردم نمیتونیم که امی قصه امی زندگی خدا بر از او بگویم، او جبران کنه، او جبران نمیکنه. تظاهر کنندگان از نهادهای حقوق بشری هم انتقاد کردند که آنها نتوانستند کسانی را که متهم به انجام جنایات جنگی اند معرفی و محاکمه کنند. همه سال بسیاری از مردم با بلند کردن عکس های عزیزان از دست رفتهشان در جنگ های داخلی جمع میشن و خواهان تطبیق عدالت میشن، اما بعید به نظر میرسه که این خواسته ایشان به زودی جامعه عمل بپوشد. سرانجام امسال هم تنها کاری که اینها توانستند بکنند این بود که دستگلی بر یکی از ده ها گور دست جمعی بازمانده از جنگ در کشور بگذارند و منتظر بمانند تا کی عدالت به سراغ این قربانیان جنگ خواهد آمد. واسع سروش، بی بی سی. به دلیل وجود فساد اداری دوسیه بسیاری از متهمان پیگیری نشده است. بسیاری از قضایای حقوقی مدت هاست که حل نشده باقی مانده است. حتی مردم برای دریافت خدمات طبی در شفاخانه های عمومی باید به مسئولان رشوه بپردازند. در غیر آن از حق دریافت خدمات صحی محروم می شوند. گرچه افغانستان در سالهای گذشته در عرصه های قانونگذاری برای حمایت از حقوق طبیعی و حقوق بشری پیشرفت های داشته و قوانین مانند قانون منع خشونت علیه زنان را به تصویب رسانده است، اما فرهنگ سنتی، فساد اداری، ناکارآمدی سازمان های حکومتی و عوامل دیگر سبب شده است که این قوانین در موارد زیاد روی کاغذ باقی بمانند. حقوق بشری افغان ها در کشورهای همسایه و کشورهای دیگر هم به شدت نقص می شود. روشن نیست اتباع افغانی که در ایران یا سایر کشورهای همسایه محاکمه و مجازات می شوند به عدالت و وکیل مدافع دسترسی دارند یا خیر. دولت و جامعه جهانی باید برای بهبود وضع حقوق بشر در کشور تلاش کنند و حقوق بشری مردم افغانستان را فدای هیچ امری نسازند. بینندگان ارجمند، آیا هیچ می دانید دامنه بدبختی، بیچارگی، فقر، توهیدستی و آوارگی مردم افغانستان به کدام حد و کدام پیمانه رسیده است؟ امروز در دستگاه حکومت فاسد حامد کرزی چی می گذرد؟ بازم فقط به تازه ترین گزارش مستند بی بی سی توجه کنید که لحظات بعد خدمت شما تقدیم می شود. یک خبرنگار زن در افغانستان حقایق تکان دهنده از وجود فساد اداری در دستگاه قضایی افغانستان را فاش کرده است. این زن میگوید قاضی از او خواسته است در ازای حل دوسیه حقوقیش با او ازدواج کند. این زن که دیوه نام دارد میخواست رسما از نامزد خود جدا شود. خانواده نامزدش نیز با مراجعه به محکمه در پی حل ماجرا به نفع خود بودند. دیوه با امید حمایت محکمه از خود به نظام قضایی افغانستان مراجعه کرد، اما آنگونه که او روایت میکند مشکلات او روز به روز بیشتر شد. اما او که جریان تلاش های خود و صحبت با قاضی را مخفیانه ثبت کرده بود توانست نشان دهد که در دستگاه قضایی افغانستان، در دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحت زعامت شخص به نام حامد کرزی چی می گذرد؟ بر اساس روایت دیوه، سه نفر از دستگاه قضایی افغانستان در ماجرای او درگیر بودند. یکی محمد طاهر روحانی، رئیس محکمه شهری جلال آباد، دومی ظهور الدین، رئیس دیوان تجاری در این محکمه و یک فرد دیگر که به عنوان رابط میان آنها عمل می کرد. قاضی ظهور الدین، یکی از قضات محکمه شهری جلال آباد، روز به خانه دیوه می رود
و دیوک تصور میکند این قاضی به نمایندگی از دیگر اعضای محکمه آمده است، شروع میکند به عذر زاری کردن تا بلکه دل او برهم آید و دوسیه به نفع او تمام شود. ماموریت این قاضی میانجیگری میان دیوه و شوهر او نیست، بلکه آمده تا به دیوه از مقدار رشوه‌ای که باید بپردازد سخن بگوید. این خبرنگار از فرصت پیش آمده استفاده میکند و مخفیانه به ثبت صدای قاضی میپردازد. سراسر جریان گفتگوی آنها ثبت میشود که یک نسخه آن در اختیار بی بی سی قرار میگیرد که اینک فشرده از آن خدمت شما پیشکش میگردد. با ما باشید. دیوه 20 ساله گام برداشته است که از خودش دفاع کند. میخواهد از شوهرش طلاق بگیرد، اما برای آن به کمک دولت نیاز دارد. بعد از جنجال های زیاد وقت پروندهش به دادگاه رسید، دردسرهای بیشتری پیدا شد. یک قاضی ارشد 65 ساله بهای رهایی او از شوهرش را ازدواج با خودش تعیین کرد. دیوک یک خبرنگار محلی است، اما به جای ازدواج با قاضی صدای او را ضبط کرد. 50,000 به قاضی که کدر کسی که فیصله من رو میکنه، 20,000 به من بده. خب گفتم من خوی قدر پیسه ندارم. خب گفت میگه که تو پیسه نداری، میگه کتم عروسی کو. عروسی کو من میال زنگ میدنم، دا لکه پانی برتی میارم با یک زنگ. و پیسه ندار کرد. گفتم خب گپ عروسی نبگو. از من خنده ایم آمده. گفتم میرسه اگه کلان آدم هست باز رشته فید مرا میگه. گفتم من خارسی نمیکنم کتت، اگر کدام همکاری یک کمک میکنی اون نبکو گپ عروسی نیست. خو گفت میگه خبر پیسه بتنی. قاضی به زبان پشتو در این نوار به دیوه میگوید که تنها راه خلاص شدن از شر شوهرش ازدواج با اوست. درخواستی که در این گفتگوی 15 دقیقه‌ای 15 بار تکرار شده. او میگوید که با نفوذی که در سیستم قضایی دارد، پرونده طلاق را یک روزه به نفع دیوه فیصله خواهد کرد. این داستان در شهر شرقی جلال آباد اتفاق افتاده. قاضی ظهورالدین میگوید که طرح درخواست ازدواج فقط یک شوخی بوده. او میگوید رقیبانش علیه او توطئه کردند. دادگاه‌ها آخرین روزنه امید برای کسانی است که به دنبال عدالت هستند. زنان افغان تا واقعا مجبور نشن در محاکمه نمیزنن. گاهی هم اگر زدن با دل خوش از اونجا بیرون نمیشن. سر و کار این فعال حقوق زن با ادارات دولتی زیاد است. فاسدترین دولت در فهرست سازمان شفافیت بین المللی. فساد مخصوصا مالی جزء از فرهنگ کارهای اداری ما شده، جزء از فرهنگ سیاسی در زندگی روزمره همه مردم شده. اونایی که ضرورت دارن که یک مشکلشان حل شوه یا به قضیشان رسیدگی شوه، اونا هم ذهنن پذیرفتن که با پرداخت یک مقدار پول یا رشوت باید کارشان اجرا شوه، و اونایی که به اصطلاح کار انجام میتن یا مسئولین زی صلاح هستن، اونا خب به هر صورت توقع دارن. دیوه اکنون به امید رسیدن به عدالت و دادگاه عالی رو آورده. پرونده طلاق برایش کم نبود که حالا باید به جنگ یک قاضی قدرتمند برود. هارون نجفی زاده، بی بی سی، کابل. خب بیننده ارجمند، دیدین که در افغانستان امروز چی میگذرد. ما که همواره صحبت میکنیم، تا حد توان کوشش میکنیم که مدارک و اسناد موثق خدمت شما تقدیم کنیم. البته مشکلات مادی یا مالی از یک طرف و مشکلات فنی از جانب دیگر ما را این توانایی را نبخشیده تا خود اقدام به تهیه بعض راپورتاج ها بکنیم. اما امروز اینترنت و وسایل پیشرفتی که در اختیار همه قرار دارن این زمینه را مساعد ساخته تا ما به هر شکل که شوه گفتار خوده و صحبت‌های خود مستند بسازیم، یا به عبارت دیگر مستندسازی بکنیم. این آخرین مورد را که من برای شما به نمایش گذاشتم واقعا نشان می‌ده که افغانستان یک کشور است که همه به دنبال عدالت هستند و عدالت هنوز که هنوز است ناپیداست. بیننده ارجمند، شما می‌فهمید که برنامه از گپ گپ می‌خیزد و ما شما دیدیم که گپ از کجا خیست و به کجا رسید.
البته ما در دقایق بعدی باز هم متن مصاحبه را خدمت شما تقدیم میکنم که شاید بر شما جالب باشه، اما میرم چند بیننده را روی خط میارم ببینیم که اونا چی نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم و سودمند دارن. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. بله جناب مسکینجان صاحب، سلام عرض میکنم. من هم خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم. بفرمایید صاحب، خوش آمدید. باشین صاحب، کوشش میکنم که بسیار خلاص بگیرم برای اینکه وقتتون بشه. تشکر، خواهش میکنم. بسیار واقعا جالب بود صاحب، مستند که نشان دادید درست است. دلچسپ است، وابلیسیاری افغانایی که خصوصا در خارج زندگی میکنن واقعا دلچسپ است. اما باز هم من بر شما عرض کنم که بر ما بدون همین نکته مستند زی دلای چیزی که گفتین محقق است واقعا و اینمی واقعیت است، اما کس بداره کس نمیرسه. من بر شما یک دو مثال میتونم فقط داره روشنی خواهش میکنم افغانای خوب ما بفرمان سید، افغانایی که آلیده هستن و بیز آلیده هستن. باور بکنین که اول اینمی مردم در زیر چتر حج، حاجی، پنج وقت نماز، تمام گناه ها، خداها و تمام منافقت های خود یا پنهان و کتمان میکنن. اول باید آجی شوی، یعنی آجی کشیدی نام کل مردم عوام فکر میکنی آدم حج رفته، اما وقتی که این موضوع میگیم زمین سخت و آسمان دور است، برای دیکه وقتی ما از حج و پنج وقت نماز یاد میکنم فورا مرا لیبل میزنه که علی بچه پرچمی یا خلافیز و یا این آدم مسلمان کافر شده. درست است. یکی از چیزهای عزیز در طریقه و پیش یا سلوکی عزیز که ها به یک قسم پیش آمد میکنن. این حال شما بگید ممکن پرسان کنین که این آشیه رو میریم منظور چی است؟ ما برای شما یک مثال بسیار برازه نمیدم. وقتی میخواستم که خانه را قواله کنم در خود، منظورم سر مردم و قوم نیست، قومگرایی در تلویزیون شما کفر مطلق است، اما تنها جلال آبادی نیست، پنجشیری ها را براتان میگم، مردم های جوزجان را براتان میگم، مردم خود هر کدامشان هم. من برای شما مثال میتونم در شاروال کابل شما یک سیل انجینیر است که باور بکنیم با برآمدن پیک سر بایسکل کونی خود سوار میشه برای دیگه که مردم را اخفال کنم، میرن در اوج خانه رو میبینن، میگه پیک خانه بدر بر آمده، گلکاری در چیز کو در جیر میشنم که فقط یک چند تا دالر انداختیم خلاص، اونم کار پیش میده و اونمو انجینیر ها از پولی تکنیک بر آمد. اکثر انجینیر ها باید انجینیر را بگویم که اکثریت از پولی تکنیک فارغ شدن و اکثریتشان به اینمی قسم پیش میده، آلوده شدن با سیستم، آلوده شدن. نه، ابدا نیجا نمیتونم. آمدیم سر قضا بر مسئله تبالی خانه، باور بکنین که قاضی اوج نمپیشوری خودم برادرم این موضوع رو پیش می بود، در پیشوری خودم نماز خونده، در بعد از نماز که خلاص شده رشوت تقاضا کرده و در پالیز گفته که قوالی تخیبر بده که ما باشه که ما ایره اجراعات بکنم و سبا بیا قوالی تی بگیری. قواله رو صاحب هیچ وقت برش ندادیم، برای دی که قواله رو بگیره این تقریبا قصه یکان پنج سال پیش است. قواله را میگه برادر از مذارت میخوام ولی از پشم گم شده. بله. آورم قواله را به نامه لگه کس قواله میکنه. بله. امی قاضی ها. خب این دوم مثال ازی. سیم مثال سه، یک مامور مرزا قلم پنشیری. ما ایرا او افغان او جلال آبادی ای پنشیری. منظور از ایست که سه یک کلان یک اقتصاد اداری گستردی تمام افغانستان شده. این پنشیری آقا یک خط نوشته میکنه در پایان نم زیر ولایت کابل، در زیر زمینی ولایت کابل که آقا چیز دارد، دفتر دارد، واضح براتان میگه که آقا کار خودت 2500 افغانی میشه. بخلاص امید خلاص که باز من اونم اونجا امری میتون و این کار سویت میگیره. این آقا چی میکنه که تذکره میتن و این خطره که نوشته میکنه شما باور بکنین عمدن و قصدن قسم نوشته میکنه که هیچ کس رو خوانده نمیتونه، اما وقتی که خط میره به اون نایه مربوط راست هم سر موجه تذکره اولا میشه و تذکره برای شما میده و دینی مزار یه ها کشه. سب از کدام سی فساد اداری بله آدم بگه شما این موضوع سب چندین بارها تکرار شده میشه و فعلا مستند نشان دادیم.
یک حالت عامل است در افغانستان که از 12 سال است که حکم فرماست. پیش از که این بوده مردم ها چی کردن و لایره گفت است. اما ببینیم که در رأس دولت که قرار دارد کدام مردم هستند؟ اونمو مردم هایی هستند که فقط هر کس تمام معطلین خود است. در هر جای شاندن و توسط از او پول جمع میکنند. ما خواستم ببینید در زنده باشین تشکر لطف کردین. خواهش میکنم لطف کردین مهربان هستین. زنده باشین. نظرین نشان دادین که هیچ کس از این خلاصی نداره. اما حیله و فریب قاضی رو ببینید. میگن که ما این کار که کردیم ما یک مذاق کدام. موضوع سرنوشت یک زن رو ببینید. و برای جون میگه که دواج بکو اما یا ها مذاق کدام. کامسی جو دیگه نکدام. بسیار تشکر مسکین. زنده باشید. تشکر تلویزیون. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم صاحب. سعی شما خوب هستین؟ بفرمایید من در خدمت شما هستم. نیازی به تفسیر دارم راجع به حکومت آقای کرزی. بفرمایید. شما متوجه شدین که هر وقت در افغانستان یک حکومت به قهرمان سازی اگر از دور همه حکومت های پرچم و خلق و یا خواسته باشن که یک تغییر را بیارن در حوال بسیار دشمنی ها اعلان میشه با مخالفین، حتی که هرچی دستشان بیاین میگن پسان حاضر به مذاکره میشن. یک گروه میره به اروپا، حاضر است همه گروه های برادرهای صفات شمال میگم که هر کدام از اینا دستینه خود میزد و آقای کرزی تشریف میبره به ساختن یک دفتر برای طالبا به ترکیه. شما متوجه باشین که خود بورد یک تنظیم یا یک حرکت که هستن این نمیگه ثبوت میکنه که جامعه جهانی متحکم شده، چون لقب فاسدترین حکومت هم برای از دی حکومت بله این یک قهرمان بدترین قهرمان جهان هستن در فساد تمام چیزا برشان داده میشن مگر اینا چرا این آذر میشن؟ شما خودتان میفاین که بقایای خود هر کس برای حالتی میبینه که رسمان دار به گردنش نفته. آینده که بیار در فساد داری بود، در خیانت بود، در جنایت بود کشش کنین که اعدام شود. با او خاطر برای بقای آینده خود حاضر میشه، اقتدار میره به فرانسه حاضر میشه که با مذاکره با طالبات رسیم. این دیگه آجل یک دست برادر پاکستانی رو گرفته با ترکیه خود میرسانه که اینجا دفتر رو باز کنیم که اگر بتان با داشتن همه اویت قنداری بودن در هاینده به حیوز مادمن یک شخصیت که در چیره هزیا آدم کمپیش آدم در سیاست هم وارد شده بتانم موفق شدم و اوسو گروپ صفات شمال اما آقای امرالله ایسالی که در روز مرده ربانی جهاد خود اعلان میکرد حالا چه تاظر شدی که بامی دشمنایی که کرده هر روز اینا رو برادر رو میگه با خودت آذر هستی که پیشنی. پس معلوم میشه که شما او جنرکارای سن که همیشه این ملت ها بخون کشاندین و با اندام میخواین که بکشاندین. تشکر از لطفتان. زنده باشین. تشکر لطف کردن. مردم افغانستان هم بیچاره سرگردان هستند و بسان رمه گوسفند هر چی که اینا میگن باید قبول کنن. ما میریم با طالبا مذاکره میکنیم. خب شما تایید کنین دیگه، چرا تبلیغات میکنین؟ مسئله مصالحه است، مسئله مذاکره است، مسئله آرامی و استقرار صلح در افغانستان است. چرا این تلویزیون های بیرون مرزی، چرا این نویسنده ها، چرا این فرهنگی ها، چرا این کارشناس هایی که مخصوصا در خارج هستند، اینا فقط جز انتقاد دیگه چیز کار ندارن؟ خب ما خب نمیتونیم رمه گوسفند باشیم که هر کاری که دل شما میخواه. اگر آجندای شما، اگر نیت شما، اگر خواسته های شما، اگر مرام شما ملی باشه، بر مبنای منافع ملی باشه، چرا نه؟ ما همراه شما هم قدم میشیم، هم صدا میشیم، هم گام میشیم. اما وقتی که ما ایره تشخیص میتیم که نه، این معاملات که صورت میگیره فقط به خاطر بقا یا استمرار حیات سیاسی شما و هم طرازان و هم سنگرای شماست، بنان خط ما جدا میشه، راه ما جدا میشه. این نمیشه روزی که طالب دشمن شما بود و طالب با شما در ستیز و در جنگ بود ما هم باید طالبا را محکوم میکردیم، و روزی که با اونا شما مراوده پیدا کردین، با اونا حسنیت دارین، اونا رو برادر ناراض برادر راضی خطاب میکنین و میگین ما برای مصالحه کار میکنیم، باز از ما میخواین که ما باید شما رو تایید کنیم. این بسیار مشکل است.
مخصوصا این گفتار من متوجه همه اپوزیسیون سیاسی است، همه آقای امرالله و عبدالله و آغازی ها و دیگر دوستم و محقق و اینا. شما تا دیروز یا بچه براندین ربانی تا دیروز همه آقای امرالله صالح به تایید گفته بیننده ما، این آدم در حق طالبان چی چیزا را نمیگفت. در مصاحبه که با 60 منت در ایالات متحده آمریکا امرالله صالح خودش به عمل آورد، خودش گفت ما به دست خود طالب کشتیم. گفت یو دید؟ یس. گفت چند دفعه؟ گفت منی تایمز. بسیار زیاد گفت ما طالب کشتیم. وقتی که رئیس امنیت ملی یک کشور خود در حق دشمن خود در حق دوست اعتراف و این میکنه که من خودم به دست خود جنایت کردیم، به دست خود یک آدم به قتل رساندیم بدون اینکه محکمه شوه، بدون اینکه شریعت اجرا شوه، بناهن آدم گفته میتونه که تو یک تروریست هستی، یک جنایتکار هستی، بدون جانبداری از طالب یا دیگه. همین مسئله اگر در یک محکمه بین المللی مطرح شوه ثابت میسازه، اگر در یک محکمه بین المللی ثابت میسازه که در افغانستان برادر این کار مردم نیست، منافع ملی مطرح نیست، این فقط منافع شخصی است، منافع منطقوی است و اونا چیز زیاد نمیخواین. اونا واقعیت‌های دردناک جامعه افغانستان هم منظور من مخالفین سیاسی آقای کرزه است، اونا خوب درک کردن، اونا فقط میخواین نقش در قدرت داشته باشن، خود در رأس قدرت کرزه باشه، خود گلبدین اکبدیار باشه، خود عبدالرب رسول سیاف باشه. چرا اینا به این واقعیت تلخ تن دادن که خود رئیس جمهور بانن که اینا پشتون باشه؟ این چقدر احمقانه است، یعنی این چقدر غیر منطقی است که دیگرها برای ما نسخه میتراشن که رئیس جمهور افغانستان باید پشتون باشه؟ چرا در گذشته این مسئله خو مطرح نبود؟ ما صدر اعظمای داشتیم که از نقاط مختلف افغانستان آمدن صدر اعظم شدن، ما وزرای داشتیم. مگر علی احمد خان وزیر دربار یا عبدالله خان یفتلی یا عبدالله خان ملکیار یا واحد سرابی یا سایر رهبرایی که در افغانستان بودن، اینا همه کلشان پشتون بودن؟ نبودن. دکتر یوسف خان پشتون نبود، شهید محمد هاشم میمنوال پشتون نبود، این مسائل مطرح نبود. اما اگر شما میخواین ادعا کنین که نه پادشاه رئیس جمهور بود، اونم تلسمی بود که شکست، دیگه اون تلسم دیگه به کار نمیآید. اینه ببینین، نه رئیس جمهور افغانستان 12 سال است که یک قنداری است، یک دورانی است، یک پشتون است، یک پوپلزه است. بیشترین جفا را در حق قوم خود، منطقه خود، در حق اجداد خود، در حق تاریخ افغانستان اینمی آدم مرتکب شده، بیشترین جفا را می آدم کرده. مگر عبدالرشید دوستم در حق ازبکان نکده؟ مگر برهان الدین ربانی در حق تاجکان نکده؟ مگر سایر رهبرای که افتخار میکنند که از دره نیفم قهرمان آفرین و مرد آفرین پنشه برخواستن، مگر اینا در حق اقوام خود، در حق خیشای خود، در حق وطندارای خود جفا نکردن؟ مسئله وطن نیست. پیش از اینا مسئله یک قریه است، یک قبیله است، یک قشر خاص است که برای ادامه حیات طفیلی خود اینا به هر ذلت و به هر خاری تن میتن، حتی مذاکره با طالب. دیگه مردم افغانستان هم نمیتونه گوسفندوار از شما تعقیب کنه، ببینه رای شما را ادامه بتن. در جای رای ما و شما جدا میشه. تو فکر میکنی که خون من نسبت به خون تو پاکتر است؟ یا تو فکر میکنی که خون من نسبت به خون تو کثیفتر است؟ خون یک پنشیری از خون یک پشتون پاکتر است؟ یا برعکسش خون یک پشتون از خون یک پنشیری پاکتر است؟ نخیر، اونم خون است، اونم گروپ های خون است که ای و بی و سی است که در جان ما است، در جان تو است، در جان یک کس دیگه است. یک آدم که یک تصادف ترافیکی میکنه امکان داره که خون یک یهود به مو گروپ خونش بر بخوره دیگه، سر بخوره. اما تو نیست که چون یهود فوقیت داره، یهود نمیفهم در تجارت میفهمه، یهود در سیاست میفهمه، بنان و بیچاره دیگه که تحصیل نداره خون از او به او نمیخوانه. این ساختمان است که از جانب خداوند مهندسی شده، طراحی شده. اگه به دست شما باشه امیرم تفکیک میکنین، خدا شاهد برای گروپ های خون شما تغییر میتین که پشتون باید خون پشتون بگیره، پنچیری از پنچیری و تاجک از تاجک و هزاره از هزاره. اما کار خداست دیگه، در اونجا کار شما نیست. هر چیز تفکیک کردین، هر چیزه. من واقعا یک گزارش بی بی سی دیدم، من دیدم که واقعا شیطان بزرگ در اینجا چی میکنه، شیطان کوچک در اونجا چی میکنه.
شما خودتان میفهمین این چاید برای شما مهم نباشه، من موضوعم خارج نمیشم، برای اینکه از گپ خستگه باید آدم بگویه. در یک گزارش بی بی سی آمده که اکثر هنرمندای نف معروف و اکتورای معروف هندوستان از پشاور هستند. شما به گوگل مراجعه کنین، او خودش میگه که من متولد هرات هستم، مثلا یک اکتور سینمای هند است به نام امیر خان میگه من در هرات تولد شدم، شاروخ خان میگه من یک پشتون هستم در قندهار تولد شدم، دلیپ کمار میگه من در قندهار تولد شدم، فامیل راج کاپور میگه من در پشاور تولد شدم، همین خان اینم در غزنی و هرات و قندهار هم اینجا تولد شده. با اینا کورشان نشته میکنه، به خاطر میگه که به خاطر زیدیت به قوم میگه اینا کورشان در پشاور تولد شده. من از این میترسم که فردا ناشناس، احمد ظاهر، احمد ولی، حیدر سلیم، نجیب نوابی، افسانه، سایر هنرمندایی که فرض کنید خود هستن از منطقه پشتون افغانستان است، اینا رو هم باز بگن پشاوری است. این افتخار نیست. ما به این افتخار میکنیم که این هنرمندا هنرمندای افغان هستند. اینا هیچ وقت بر قوم و قبیله و منطقه خود نخواندند. شما مگر شنیدین که کرامروز ناشناس برای ظاهرشاه یک ترانه بخونه، یا احمد ظاهر برای ظاهرشاه بخونه، یا سایر هنرمندای که از مناطق پشتون افغانستان است، یا می حیدر سلیم یا دیگه یا دیگه. از بد روزگار، از بد تصادف این امکان یا این موارد پیش آمده که یک هنرمند به خاطر حفظ جان خود این بیچاره در مقاطع از تاریخ خطا کرده باشند، انحراف کرده باشند، اما این به خاطر این نبوده که او عقیدش بوده. من نمیخوام نه دفاع کنم، اما نهایت من آنچه را که میگم یه واقعیت داره. وقتی میگم شیطان کوچک، شیطان کوچک انگلستان است و این کار طراحی شده. به خاطر چی؟ به خاطر هویت کشی یک ملت، به خاطر چی میگن تحقیر و توهین یک ملت، به خاطر یک ملت چطور بتونین ازم جدا کنین، به خاطر افتخارات یک ملت چطور به کشور دیگه بتین. امروز ایرانی ها حق دارن بگن مولانا مال ماست، به خاطر که بی صاحبی آمده. کی از حقوق ما دفاع میکنه؟ کی از منافع ما دفاع میکنه؟ مگر همین وزیر صاحب اطلاعات و فرهنگ. درست است که آدم رشوت خور نیست، اما خدا شاهد است برای اضمحلال فرهنگ اصیل افغانی ما ای آدم کوچکتر اقدر ای آدم بیتوجهی کرده. ای آدم قطعا منافع ملی افغانستان با در نظر داشته، تمام افتخارات افغانستان که فرهنگ افغانستان است هیچ وقت مد نظر نداشته و نگرفته. شما رادیو و تلویزیون ها رو ببینید، تلویزیون ملی افغانستان نامش ملی است، تلویزیون دولتی افغانستان فیلم های هندی پخش میکنه. شما راپورتاژ هاش رو ببینید، شما نطاقایش رو ببینید، اون دخترایی که صحبت میکنن. لباس پوشیدن خب مسئله یک ذوق است، یک کلاس میخواد، یک سویه میخواد، اما ندارن دیگه. شما رئیس جمهورش که یک پیرهن تنبان پوش باشه، وزرای دیگهش معاون رئیس جمهورش که به اون شکل لباس بپوشه، این دیگهش اخبان وزرا و ایناش، کلشان در زنبارگی، در خیانت، در فساد، در هر آنچه که کار بد کس اینا به او دست یازیدن. اگر دروغ میگم خود دو سه نفرشان است، او را چی میکنین؟ او دو سه نفر بیچاره چی کرده میتونه؟ مگان دفعه دلم سرم آقای لودین بیچاره میسوزه. بازم من شخصا من برش گفتم تو چرا استیفا نمیکنی؟ میگه من استیفا کنم یک آدم از بدتر از من میآید. راستم میگه، یک آدم دیگه میگه که هم رئیس دا هم کاسه و هم کاسه و هم دسترخوان، چی که هم بستر میشه. وقتی که فساد به اوج خود میرسه مثل قاضی پیشتر میگه بیا من دوایت اهل و فصل میکنم برم ازدواج کو. خب برادر اگر من آنچه میگم شما دایی کدام توهین میبینین، تحقیر میبینین، خدای نخواسته تعصب میبینین، تبعیض میبینین، بگوین که برادر تو در راه خطا رفتی. ما هم شاید اشتباه کنم. من درست سه روز پیش بسیار عصبانی شدم، خب بعضی صحبتهایی در مورد بعضی افراد و اشخاص کردم که نباید میکردم، در مورد لباسشان یا در مورد شخصیتشان. اما وقتی که آدم احساساتی میشه، ما هم یک انسان هستم، من هم خطا میکنم، اما کوشش میکنم من او خطایی را نکنم، او اشتباهی را نکنم که او خیانت تلقی شوه. ما یکی دو روز پیش یک پیشنهاد بسیار جالبه برای بیرون رفت از مشکل افغانستان به دست آوردیم و من میخواهم که شما را هم شریک بسازم. سعی میکنم در هفته آینده که وقت بیشتر در اختیار ما باشه این پیشنهاد با شما مطرح کنم
و از شما نظرخواهی کنم. این پیشنهاد در برگیرنده بسیاری از سوال، یعنی جواب است یا در برگیرنده جوابای به سوالات تعداد زیاده از هموطنان ماست که همیشه در اذهانشان خطور میکنه و جواب برش نداره. اما در این پیشنهاد جوابای بسیار جالب گنجانیده شده. این پیشنهاد توسط یکی از خانم‌های افغان به نام خانم هلنا ملکیار در فکر میکنم در روزنامه آرمان ملی به چاپ رسیده که نسخه ای به دست هم رسیده. این پیشنهاد نشان میده که در تدوین این پیشنهاد تعداد زیادی از کارشناسا و متخصصین و مورخین و سیاستمدارا دست داشتند. برای اینکه این کار یعنی توسط یک شخص صورت نگرفته، بر صورت می تبریکی را برای خانم هلنا ملکیار میتم و او افراد و اشخاصی که در نوشتن این پیشنهاد او را کمک کردن، اینا هم افراد و اشخاص دلسوزی بودن که من 99% با متن این پیشنهاد موافق هستم. خب بیننده ارجمند، من طوری که بر شما وعده سپرده بودم در لحظات پایانی برنامه امروز یک مصاحبه است که آقای خلیلزاد با بخش پشتو رادیو بی بی سی به عمل آورده. بد نیست که این مصاحبه را با هم یک جا ببینیم و من فکر نکنم که بر ما وقت کافی بانه که به سوالات شما جواب بگویم یا از خود تبصره هایی داشته باشم. بنان با پخش این مصاحبه برنامه امروز از گپ گپ میخیزه هم به پایان میرسه. من انشاءالله روز دوشنبه که آمدم میتونیم سر مسائل دیگه صحبت کنیم. ما یک دلایل که تلفن نمیگیرم ایست که هر بیننده ما تلفن میکنن و این بیننده ها سر مسائل مختلف صحبت میکنن، ما را از مسیر اصلی ما باز میدارن. بنابراین ما امروز تصمیم گرفتیم که دیگه کدام تلفن را جواب نگویم. میریم با هم این مصاحبه را مشاهده میکنیم تا دیدار بعدی دوشنبه سر ساعت 11 صبح به وقت غرب ایالات متحده آمریکا که ساعت 8 شب به وقت آلمان و ساعت 11:30 شب یا 12:30 شب به وقت افغانستان میشه. خداوند حافظ، نگهبان و نگهدار هر یک شما عزیزان. د داسې یو چا سره لکه تاسې سړی مخامخ کېږي، پوښتنې ډېرې وي، نه یوازې د ژورنالیستانو او د هغه چا چې زموږ خپرونې ګوري او اوري. ګران هم ده چې زه تقسیم بندي کوم په دا دومره لږ وخت کې، خو راځئ له دې نه پیل کړو چې تاسې افغانستان ته دا ځل د څه لپاره راغلي یاست؟ زه خو په کال کې راځم دوه درې افغانستان ته، او دا وخت د سفر مقصد سیاسی تماسونه دی د خلکو سره، د په خصوص هغه خلکو چې د افغانستان په آینده باندې تاثیر لري، او چې د دوی سره د ځینې مهمه موضوعګانو باندې خبرې وکړم. دغه مهمه موضوعګانو کې راتلونکي انتخابات هم راځي حتما. زما په نظر دا یو مهم مسئله ده در افغانستان د آینده لپاره، بر علاوه د امریکای د قوا موجودیت پاینده کې دا هم زخت مهمه مسئله ده، بر علاوه د سوله مسئله د طالبان او د حکومت ترمنځ دا هم یو ډیر مهمه مسئله ده، او بالاخره اقتصادي مسائل د افغانستان اقتصادی آینده هم یو بل مهم مسئله ده چې مطرح ده په اوس دا ټول ډیر مهمه دي. راځي په دا یو باندې پات شو، انتخاباتو باندې هم ملت اندېښنه لري او هم اوسنی واکمن یو ډول اندېښنه لري. اندېښنه دا ده چې څه به کیږي. ما چې ډېرو خلکو سره خبرې کړي، دوی وایي تر د بهرنیو ځواکونو تر وتلو هم مهمه مسئله دا ده چې راتلونکي انتخابات څومره شفاف ترسره کیدلی شي او څوک راځي. استاسو نظر څه دی؟ اول خدا یو تاریخی مسئله ده چې په افغانستان کې د انتخابات لخوا انتقال د قدرت کیږي، او دا وقت موفقیت به وي چې دا په یو ښه توګه تکمیل وشي. دا مهمه ده چې داسې یو انتخابات وشي چې مشروعیت ولري، خلکو نتایج ومني. خو همدا خبره مشروع، یعنی داسې انتخابات به وشي چې خلک یې نتایج ومني؟
خلق اومنی اگه خلق چه موفق شویدی اگه خلق که سرای یا گروپ چه موفق شویدی اگه اومنی اگوی چه موفق هم نشو پا انتخابات که اگوی هم نتایج اومنی از ما بکتن از که پده ایوان تنگار بی پده زکر ده چه دا خود ایوی ایدیال تولنی صحنه ده چه تاسی ورانده کرده چه څوک چې بریالی کېږي نور ورته مبارکي وایي او ټول نتایج مني په افغانستان کې په تېرو انتخاباتو کې هم جنجال و او په راتلونکي کې هم رقابتونه ډېر شدید دي او حتی ځینې سیاسي څېرې وایي که چېرته باور د ټولو را نشي چې انتخابات سم کېدای شي داخلي جنګ پیل شي باید کوشش وشي همدا اوس باید دا کار شروع وشي چې د سیاسي ګروپونو ترمنځ او د حکومتو سیاسي ګروپونو ترمنځ او بین ملی جامعه و افغانستان ترمیز تفاهم و کارونه چه لازم دی وشی چه چانس موفقیت زیاد بوی حتما مشکلات خوب حتما بوی اما که کار هم دا اوسنه شروع وشی تفاهم منستراشی د موفقیت چانس بهتر بوشی ما اوریدلی چې تاسو لزینی سیاسي کسانو سره چې دلته نمونه مشهور دي او مهم کسان دي ورسره په تماسونو کې یاست هدف مو څه دی د تماسونو هدف دا دی چې وشي چې دا سلور په نه غته مسائل کې چې موږ تاسو په اشاره وکړ که تفاهم راشي چې مخصوصا په انتخاباتو کې د تفاهم باندې کار کوي انتخابات هم جز دا مسائل دی په د امریکای د موجودیت آینده موجودیت په باره کې او د انتخابات په باره کې او د صلح په باره کې او د اقتصاد په باره کې بحثونه دوام لري چې یو ملي تفاهم منځته راشي په تېرو د 2009 کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ستاسو نوم ډېر یادېدم او اټکل دا و چې تاسو به کاندید شئ په اخرو ورځو کې یا میاشتو کې دغه کار ونه شو دا ځل حالت څنګه دی؟ اوس خو موږ په بحث کې یو مهم مسله دا ده چې یو تفاهم ملي تفاهم را چې دا مهم مسایلو په باره کې یو دوم چې یو قوي تیم جوړ شي یا تیمونه که یا نشي کېدای چې یو تیم جوړ شي جوړ شي او بیا د کاندید مسله د کاندید چې څوک کاندید کېږي په باندې فیصله او تفاهم یعنی تاسو د دغه تیمونو په چوکاټ کې غواړئ اوس فعالیت وکړئ د تفاهم د مسایل د تفاهم په باره کې او بیا د تیم جوړول باندې اوس د مشغول یم چې کار وکړم که دقیقې وپوښتم تاسو په راتلونکو انتخاباتو کې یو کاندید یاست؟ در اوس ما دا فیصله کړې نه ده ما توجه داد د تفاهم په باره کې او د تیم جوړول کې ما توجه هغه ته دو مسئله ته توجه لرم تاسو هم درک کړه چې ډېر کسان دا غواړي چې تاسو کاندید شئ غواړئ تاسو په خپله؟ واقع خو هم در اوز خو باید دا دو مسئله اول خو باید پی بانده کار وشی اگه دیر وقت شده ده فیصله ده پاره زید و نور کسانو سره چه ما خبری کردی دوی وی چه خلیلزاد صاحب خه کندید ده هواد لپاره منطق قانونی موانی مخکشتا ده تاسی فکر کوی که چه ری داسی تصمیم شی چه تاسی کندید شی ده موانی و تا ده حل نرشتا اگه خو ده وقت اوست وقت دا نه ده چه کاندیدو مسئله اوست توجه نلرم ده توجه زیادتر ده پروگرام و ده تیم پا باره که ده که بر سره کاندید شی تاسی داره ده تیم برخه که دلشنی؟ ولی نه ده که اوکی ده چی چیز کم یا که فیصله وکم چه کاندید نکیم چه ده کم بل سایت طرفداری وکم ولی نه بلا مهم موضوع ده امنیت ده افغانان سره چی منگا گیگو دوی وی چه ده 2014 کال نورست ده بحرانیان چی وزی ما بعد چې د شوروي د وتلو وخت غونډه یو شی تکرار نشي کورنۍ جګړې شدیدې نشي او بهرنۍ لاسوهنې ستاسو اندېښنه دغه څه ده لکه د خلکو که تاسو بل نظر لرئ زما په نظر مهمه دا ده چې یو تفاهم ملي تفاهم راشي چې د افغانستان د څو مدت دپاره د امریکې موجودیت ته ضرورت لري او دا زما په نظر امنیتی جنبه لري دا سیاسي جنبه لري دا اقتصادي جنبه لري
او یو حیاتی ضرورت دی چې یو تفاهم یو موافقه منځته راشي. او زما په نظر اکثر گروپونه و اشخاص چې په مملکت که مهم رول لري دوی هم موافق دي دا موضوع سره. ولکه تاسو ویل موافق دي او په امنیتي تړون باندې کار هم روان دی، خو ځینې شرطونه هم دي او ځینې کېدای شي د امریکا لپاره ډېر سخت وي چې ویې نه مني. مثلا د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته د یو معین مقدار پیسو د ورکولو یا د اردو د تجهیز او تمویل او داسې نور، فکر کوئ امریکا به د افغانانو شرطونه ومني؟ خب باید معقوله شرط یو موافقه خو په هغه وخت کېږي چې دواړه خوا په باندې موافقه وکړي، او باید دواړه خوا نه اوس نیت وي، ځکه چې امریکې ته هم دا مهم دی چې په افغانستان کې د څو مدت دپاره پاتې شي، او افغانستان ته دا هم ضرورت دی. که اوس نیت وي زما په نظر باید دا ضرورت دی چې یو موافقه منځته راشي. داسې احتمال وینئ چې لکه د عراق غوندې چې هلته د امریکا او عراقیانو تر منځ موافقه ونه شوه په افغانستان کې مونی شي او امریکا ووایي چې خدای پامان؟ دا خودمان امکان لري، اما زما په نظر دا یو غته مهم ناکامی بوي افغانستان ته و امریکا ته که دا وشي. او لنډه یوه پوښتنه د ګاونډیانو د ونډې په باره کې کوم، اوس چې د امریکایانو او د بهرنیانو د وتلو خبره ده، ګاونډي هیوادونه په یو ډول باندې خپلې موازې تقویه کوي، پیاوړې کوي او غواړي چې په راتلونکي افغانستان کې ډېره ونډه ولري. تاسې له دغسې سیاسي لوبو نه یا د دوی نه سیالیو او رقابتونو نه اندېښنه لري؟ یو دلیل چې افغانستان ضرورت لري چې امریکې سره یو تفاهم ته راشي او امریکې ځینې قوا دلته پاتې شي همدا دلیل دی، تر هغه پورې چې دا افغانستان په خپله قوي قوا ونه لري چې په خپل پښو ودرېږي، او تر هغه پورې چې دا همسایه ممالکو دا غیر معقول او د افغانستان د مشکلاتو زیاتولو لپاره کار کوي، افغانستان یو قوي ملګری ته ضرورت لري، او په اوسنۍ اوضاع دا قوي ملګری امریکا دی. او وروستۍ پوښتنه کوم، ستاسې اټکل څه دی چې د 2014 کال په آخر کې څه ډول یو افغانستان ښایي موږ ووینو کله چې ټولې قوې بهرنۍ ووځي؟ زما خو اول امید داده چې دا ونشی چې ټول قوا افغانستان خارج قوا ووزی، زما امید داده چې تر هغه وخت پورې یو ښه انتخابات په افغانستان کې شوی وي، او قدرت انتقال چې یو غټه موافقت به وي هم شوی وي، او دوم دا چې یو تفاهم د امریکې او افغانستان تر منځ د آینده د پاره د امنیتي نقطې نظر را هم ترمین شوی. ډېره مننه. تاسو نام ډېر تشکر. ډېره مننه. سلامت اوسئ.